درود بر شما جناب تیمسار، بسیار خرسندم که در خدمتتون هستم و سپاسگزارم از این که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین تا این گفتگوی کوتاه را باتون انجام بدیم. آقای تیمسار کیست و گروه عقابی که این اواخر بحثش بر سر زبان هاست چی هست، برنامه‌اش چیه؟ بفرمایید. حالا عرض سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان شما. من سرلشکر خلبان مهدی روحانی، فرمانده گروه نظام سیاسی عقاب ایران هستم. گروه عقاب ایران تنها گروهی است که امروز پابرجا در منطقه وارد عمل هستش. گروهی هست نظامی سیاسی، طرحی برای نجات جوانان عزیز ایران و خود ایران داریم که طرحمون مورد تایید بسیاری از مقامات نظامیه که اکثرا دوستان من هستن در دنیا قرار گرفته و مسلم من مطمئن هستم که با همین طرح ما مملکتمون رو در با خدمت دوستان سیاسیمون به نجات خواهیم رسید. مقامات نظامی منظورتون دوستان شما در خارج از کشور و نظامی کاران گذشته است یا در داخل حکومت و در سیستم های جداگانه و امنیتی رژیم هم افرادی به شما پیوسته؟ نه خیر، بیشتر صحبت هم از دوستان نظامی همقطار خودم در نیروی هوایی شاهنشاهی ایران و نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و همچنین اینجا در امریکا. من چون بالاخره نظامی هستم مقدار زیادی دوستان نظامی امریکایی دارم که خارج از نیروی هوایی یا نیروی دریایی امریکا رفت آمد دوستی باهاشون دارم. این دوستی تا چه اندازه است؟ یعنی از راه اونها و از طریق اونها میشه به یه معلومات سری دست یافت که افکار عمومی یا رسانه‌ها کمتر به اونها دسترسی پیدا میکنن؟ نه خیر، این کار که کار غلطیه این نیست، ولی من به مغزشون ارتباط پیدا میکنم و واقعا چون این کاری که ما در عقاب ایران داریم ارتباط حتما داره با این طرز تفکری که به خصوص نیوی امریکا داره، نتیجتا از دانش نظامیشون استفاده میکنم برای طراحیمون و برای آینده عملیاتمون. بله، مثل اینکه برنامه شما به زیر کشیدن و سرنگونی جمهوری اسلامی ایرانه، در این رابطه چه برنامه و چه تدارکی ارائه دیدی؟ حالا برنامه همین که کمک کنیم به جوانانمون که بتونن واقعا پس از 32 سال که انقدر کشته دادن و زجر و بدبختی کشیدن از زیر یوغ این جمهوری ننگین اسلامی بیرون بیان. این طراحی ها همه نشانگر اون هستش که بزرگترین نیرویی که امروز میتونه تو این زمینه کارساز باشه نیروی جوانای ما، رزمندگان ما داخل ایران هست. در نتیجه بازوی توانای گروه نظام سیاسی عقاب ایران همون جوانانی هستن که در ایران هستن و همین دلیل تمام طراحی ما بر مبنای قدرت جوانای داخل ایرانمونه. میخوام یک سوال اساسی تر کنم. چرا انقلاب 1979 میلادی یا 1357 خورشیدی به وقوع پیوست و چرا حکومت سلطنتی در کشور ما سرنگون گشت؟ والا حکومت سلطنتی به عقیده من هنوز سرنگون نگشته، ایشالله که نگرده. مربوط به اینه که مردم چی دلشون بخواد. ولی چرا این اتفاق افتاد؟ خب میدونین که صحبت‌های بسیار زیادی روش هست. خیلی ساده بود، مملکت ما به یه رشد غیر قابل تصوری دست پیدا کرده بود. چند دقیقه پیش صحبت میکردم که واقعا نیروهای مسلح ما در 16-17 سال از صفر رفتن رسیدن به 100 و خب موضوع نفت رو نمیشه ندیده گرفت. البته این بحثی است که سیاسیون مملکت باید بیشتر روش صحبت کنن، ولی برتری هر کدوم ما که ایرانی هستیم یه مقداری هم راجع به سیاست مملکتمون صحبت داریم. بالاخره مورد حسد قرار گرفتیم از یک طرف، از طرف دیگه باید قبول کنیم که اون ناراحتی ناخوشی شخص اعلی حضرت که بنده احترام بسیار زیادی برای فرمانده خودم قائل هستم، اون هم یه مقداری مؤثر بود در این که ما بتونیم به این مرحله کشیده بشیم. یعنی رشد اقتصادی از یک سو و عقب افتادگی فرهنگی مردم و حسادت کشورهای منطقه از عوامل اساسی سقوط شاه در ایران بودن؟ این اونیست که من دارم فکر میکنم. البته عرض کردم سیاست مدارا بعضیشون جورای دیگه هم فکر میکنن،
ولی من اساسش رو همین میدونم که واقعا پیشرفتی که ما داشتیم میکردیم در منطقه، خب خیلی کساد دلشون نمیخواستش که ایران اونجا بشه تقریبا در خاورمیانه نمونه، و این کار شده بود در زیر توجهات حقیقتا اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی و همکاری همه مردم ایران. یعنی اون که تو وزارت کشاورزی هم بود قبول، اون که وزارت دارایی بود، وزارت فرهنگ، همه مردم ایران با همدیگه، ولی خب رهبری رو اعلیحضرت میکردن. متاسفانه این ناخوشی ایشون که خب صلاح هم بود به مردم ایران گفته نشه، اون خیلی اثرگذار بود که بزرگان ایران نمیتونستن که اپروچ کنن با اعلیحضرت و از اعلیحضرت بخوان که شاید یه فکر دیگری بکنن. ولی جناب تیمسار، خیلی ها بر این باورن که سیستم شاهنشاهی یک سیستم استبدادی بود و شاه یک دیکتاتور. دیدگاهتون در رابطه با این نظریه و با این تفکر چیه؟ والا من کلا مخالف این صحبت هستم، به دلیل اینکه من در 8 ماه آخر عمر اعلیحضرت در خدمتشون بودم، در قاهره تقریبا روزا میرفتم خدمتشون، صبح بیشتر اخبار دنیا رو براشون تعریف میکردم، ایشون هم مطالبی داشتن با هم صحبت میکردیم. این فرمی نیست، ما باید این داشته باشیم. الان کجای دنیا داریم ما سراغ داریم کشوری باشه که دارای گرفتاری نباشه، گرفتاری سیاسی، گرفتاری اقتصادی، انواع و اقسامش. ما هم یه کشوری بودیم که خب ما هم یه چیزا یه گرفتاری توش داشتیم، اون وقت کجا میره اون پیشرفت‌های سنگینی که مملکت ما داشت؟ و هیچ کشوری در حدود 17 سال پیشرفت‌های غیر قابل تصوری که ما داشتیم هیچ وقت نداشته. همه کشور، مگه امریکا الان اشکال نداره؟ انگلستان، فرانسه، آلمان، کدومشون بی اشکالن؟ همه اینا اشکال داشتن، ما هم یه مقدار اشکال داشتیم. دشمنی ها بودش که این اشکالاتو گذاشتن زیر ذره بین، بزرگ کردن که به جهان بگن که اگه ما داریم این کار غلطو میکنیم دلیلمون یه همچین چیزیه. ولی در کشورهای آزاد و دموکرات چون آمریکا یا کشورهای اروپایی زندانی سیاسی وجود نداره، تو زندان هم شکنجه صورت نمیگیره. یعنی میشه چون این مسئله یا با دوران شاهنشاهی در ایران همتراز دونست؟ والا وقت صحبت دموکراسی میشه به آزادی میشه، این رو باید در شرایط مختلف، شرایط جغرافیایی، ممالک مختلف، نوعش خیلی زیاد میتونه فرق بکنه. واقعا الان امریکایی که وقتی داره زندگی میکنه، امریکایی احتیاج نداره که یا انگلیسی احتمالاً بیاد بخرتش، نمیدونم 1000 دلار 5000 دلار بهش بده، ازش یه کار غلطی بخواد. این چون که تو مملکت ما غلطکاری‌های زیادی شد که متاسفانه تعداد بسیار کمی از مردم ما تحت تاثیر عوامل بیگانه، به خصوص حالا باز دوباره آقاوال خان نشه، به خصوص دولت انگلستان. انگلستان اصلا زندگیش، سیستمش اینیست که از مسیر آخونده حتی اینا رو بچگی میبره بزرگ میکنه که بتونه ازشون استفاده کنه. الان تو این گرفتاری که داریم همه دنیا شبانه روز رو هوا دارن این ور اونور میدونن، دنبال کارهای سیاسی هستن. شما انگلستان رو کجا میبینیشون؟ هیچ جا نمیبینیشون، نه تو اخبار میبینیشون، نه تو رادیو، نه رو تلویزیون ها. واسه خودشون یه کنج نشستن، دارن همون سیاست ریاکاران خودشون رو انجام میدن. عقاب ایران و شخص شما تا چند اندازه به بازگشت شاهزاده رضا پهلوی به اریکه قدرت در ایران معتقدید و زمینه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بازگشت ایشونو در صورتی که تغییری در ایران صورت بگیره میبینید و ارزیابیتون در این راستا چی است؟ والا همه کار دست مردم ایرانه، بعد مردم ایران تصمیم میگیرن که چی میخوان و چی کار بکنن. اون چی که مسلم هست دست من و شما نیستش که شاهزاده بارگست بکنن یا نکنن، البته دست خودشون بسیار زیاد هست و دست دوستان نزدیکشون هم همینجور. به طور کلی ما مردم بد کردیم، هم به سلطنت گذشته بد کردیم، هم به مملکت خودمون بد کردیم. اگه ما بیان پیشرفت‌هایی رو که در اون مدت کم تو مملکت مردم، منظورتون اونهایی که در دایره قدرت بودن یا عموم مردم؟ واقعا باید بگیم ما همه مردم ایران با همدیگه هر کدوم به یه نحوی مقصر بودیم که کارمون به اونجا کشید. اگه هممون با هم مقصر نبودیم کارمون به اونجا نمی‌کشید. منتهاش این تیکر همیشه باید یادمون نره، واقعا چه مملکتی میتونست در 16-17 سال به اون بزرگی رشد در تمام صحنه ها داشته باشه. احتمالاً یه تعدادی هم ناراضی بودن که تو همه دنیا ناراضن. شما مثلا امریکا رو زدید، تو امریکا زندانی سیاسی داریم، آقا بی خود میگن نداریم، نارضایتی هم زیاد داریم، بازم بی خود میگن نداریم. منتهاش نوع
سیستم اجتماعی ممالک مختلف با هم دیگه فرق میکنه. ما یه فرم دیگه زندگی میکردیم، اینا یه فرم دیگه. من بسیار زیاد راضی بودم از اون چه که گذشت، قبولم دارم که اشکالم داشتیم. به عنوان سوال آخر کوتاه پاسخ بدین لطفاً، ایران یک کشور کثیرالملی است تا اونجا میدونیم، آیا بدون رعایت حقوق ملیت‌های ایرانی یا اون گونه که بعضیا میگن اقوام ایرانی میتونیم به ایجاد و تأسیس یک جامعه دموکراتیک امیدوار باشیم؟ به هیچ عنوان این عقیده رو ما نداریم، هیچ کی این عقیده رو نداره، نه فقط اقوام مختلف ایرانی، هر ایرانی در هر گوشه مملکت که از حق مساوی داره و همه باید حقشون محترم باشه، به خصوص اقوام که واقعا همیشه پرچمدار ملیت مملکت ما بودن. از شما سپاسگزارم. خیلی متشکرم، ممنون.